سلام دوستان و همراهان کانال حکیم باشید امروز میخواهیم با شما در مورد ویتامین C این نارنجه پرخاصیت صحبت کنیم پس لطفا تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید اما قبل از آن سپاس گذاریم از شما که با لایک و کامنت هایتان از ما حمایت میکنید ویتامین C یا اسکوربیک اسید یکی از مؤثر ترین و سالم ترین مواد مغذی است این یک ویتامین قابل حل در آب و یک آنتی اکسیدان قدرتمند در سنتز کلاژن است که به تقویت رگ‌های خونی و ماهیچه ها کمک می‌کند. بدن انسان ظرفیت ساخت ویتامین C را ندارد و لازم است که از غذا و دیگر مکمل‌ها این ویتامین را دریافت کند. در این قسمت شما را با خواص ویتامین C برای سلامتی آشنا خواهیم کرد. توصیه می شود روزانه حداقل 65 تا 75 میلی گرم ویتامین C مصرف نمایید تا از کمبود ویتامین C جلوگیری شود. اما برای محافظت در برابر بیماری باید دوزهای بالاتری را مصرف کنید دوز بین 200 تا 400 میلی گرم در روز سطوح ویتامین C را در خون به حالتی پایدار می رساند. اما نباید این دوز را یک باره دریافت نمود زیرا روده ها مقداری که شما قادر به جذب آن هستید را کنترل کند. پس اگر از 200 میلی گرم بیشتر ویتامین سی مصرف نمایید این ویتامین تا حد زیادی دفع می شود بنابراین اگر می خواهید 400 میلی گرم ویتامین سی در روز مصرف کنید آن را در دو دوز مصرف کنید همچنین شما می توانید از ویتامین سی تزریقی استفاده کنید که جذب روده را دور زده و مستقیم وارد جریان خون می شود اما فواید و خواص ویتامین سی مقدار ویتامین C دریافتی در فصل زمستان باید بیشتر باشد. ویتامین C نشان داده است که بر روی مقابله با سرماخوردگی تاثیرگذار است. ویتامین C تولید و کارکرد طیف گسترده از سلول های ایمنی را تحریک می کند و از تبدیل شدن این سلول ها به رادیکال آزاد و آسیب رساندن به سلول های سالم جلوگیری می کند. همچنین ویتامین C سبب افزایش مولکولی به نام اینترفرون می شود که از فعالیت ضد ویروسی قوی بهره است. این ویتامین به طور ویژه در ارتقای سیستم ایمنی در مقابل بیماری های تنفسی مفید است. زمانی که بدن تحت استرس واقع است، ممکن است نتواند به خوبی با سرماخوردگی مقابله کند. از این رو، مصرف بیشتر ویتامین C در زمستان توصیه می شود. سرماخوردگی معمولی در میان جمعیت رایج است. علت می تواند به خاطر تغییرات فصلی یا تمرینات شدید باشد. تحقیقات نشان دادند که مکمل ویتامین C در حین تمرین مداوم می تواند مقاومت بدن را در مقابل سرماخوردگی بهبود دهد مصرف منظم ویتامین C احتمال بروز سرماخوردگی را نصف می کند و مدت زمان بیماری را حداقل 8 درصد کاهش میدهد. ویتامین C برای کاهش کم آبی بدن افرادی که فشار خون بالایی دارند در ریسک بالاتری نسبت به بیماری های قلبی و عروقی قرار دارند ایجاد تغییر در رژیم غذایی جهت تنظیم سطح فشار خون ضروری است. ویتامین C نقش کلیدی در کنترل فشار خون بازی می کند. مطالعات نشان دادند که ویتامین C همچنین به بیماران با فشار خون بالای مزمن نیز کمک کرده تا بهبود زودتری حاصل کند. التیام آب مروارید طی چندین مطالعه اثبات شده است که ویتامین C می تواند احتمال پیشرفت آب مروارید را کاهش دهد. این مطالعات بر روی افراد بالای 50 سال متمرکز بوده و نشان داده که مصرف طولانی مدت این ویتامین می تواند احتمال آب مروارید مربوط به سنین بالا را کاهش دهد. مقدار مصرف باید مستمر و البته برای زنان و مردان متفاوت است. ویتامین C برای مبارزه با سرطان مصرف بسیار بالای میوه و سبزیجات تازه با کاهش احتمال ابتلا به سرطان کاملا مرتبط است. این خوراکی ها بخش ضروری از رژیم غذایی هستند. مطالعات نشان دادند که افزایش مصرف ویتامین C می تواند احتمال ابتلا به سرطان های ریه، هنجره، دهان، روده بزرگ، گلو و معده را کاهش دهد. ویتامین C برای کاهش احتمال سکته مغزی با افزایش مصرف ویتامین C از میوه ها و سبزیجات ریسک ابتلا به سکته مغزی می تواند کاهش پیدا کند. این بیماری قلبی و روغی می تواند با مصرف فراوان ویتامین C کاهش یابد. این موضوع سطح فشار خون را تثبیت می کند که بروز مشکلات قلبی هم با این کار دور می شود. این ویتامین همچنین رادیکال های آزاد در بدن را از بین می برد که علت عمده سکته مغزی هستند. ویتامین C برای بهبود ایمنی فایده دیگر ویتامین C بهبود ایمنی است. این ویتامین در سیستم ایمنی بدن مشارکت می کند و همچنین در افزایش تعداد گلوبول های سفید نیز موثر است. ویتامین C به راحت شدن بدن از سایر بیماری ها نیز کمک می کند. استرس اکسیداتیو و رادیکال های آزاد سلول های بی در بدن هستند که به سلول های سالم آسیب رسانده و سبب بیماری های مانند سرطان می ویتامین C آنتی اکسیدان اصلی در جریان خون است که همه بافت های بدن را تغذیه می ویتامین C هنگام مواجهه با این سلول های ناپایدار یک الکترون در اختیار آنها قرار می دهد. تا از حالت رادیکال خارج شده و به صورت عادی درآیند قدرت آنتی اکسیدانی ویتامین C از DNA ای و RNA کربوهیدرات ای، ها، پروتئین ها و چربی ها در برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت می کنند و به این طریق آنها می توانند دوباره عملکرد های سوخت و ساز را آغاز کنند. اسکوروی بیماری مهلکی است که اگر درمان نشود می تواند به مرگ منجر شود. این بیماری با فقدان ویتامین C ارتباط مستقیمی دارد. اگر شخصی ویتامین C کم یا اینکه اصلا ویتامین C مصرف نکند ممکن است به اسکوربی مبتلا شود این بیماری منجر به احساس ضعف خستگی مفرد موهای فرفری و درد اندامها ها می شود همچنین مواردی بوده است که این بیماری منجر به خونریزی کاهش در تعداد گلبول های قرمز خون و بیماری های لثه شده است و اگر درمان نشود علائم آن می تواند تشدید شود حتی بیمار می تواند به علت خونریزی یا عفونت بمیرد درمان این بیماری بسیار ساده است. مکمل های ویتامین C در تعداد هفته های کمی می توانند به طور کامل این بیماری را درمان کنند. عفونت دستگاه ادراری تجربه است که برای هر کسی بهترین خواهد بود تا از آن دور بماند. عفونت دستگاه ادراری بیماری رایجی است که توسط بسیاری از افراد تجربه شده است. ویتامین C می تواند از موارد این بیماری جلوگیری کند. پزشکان معمولا نوشیدن آب مرکبات را با مقدار زیادی از ویتامین C برای بیماران مبتلا به این بیماری تجویز می کنند. ویتامین C برای جلوگیری از آلزایمر محل امیدوار کننده دیگری که ویتامین C از خود نتایجی را نشان داده است در ممانعت از ابتلا به آلزایمر است مطالعات نشان دادند که سطح ویتامین C در بین بیماران آلزایمری از سایرین کمتر است و تفاوت فاحشی بین افرادی که مقداری ویتامین C مصرف کردند وجود دارد مطالعات دریافتند که رادیکال های آزاد مسئول این آسیب هستند مکمل ویتامین C می توانند کاملا به دوری از بیماری آلزایمر کمک کند. کاهش تراکم استخوان مشکل رایجی است که در بزرگسالی دیده می شود. این مورد در زنان مسن بیشتر است. کاهش تراکم استخوان می تواند به شکستن و پوکی استخوان بی پوکی استخوان ناشی از بالا رفتن سن برای افرادی که از این مشکل رنج می برند می تواند با مکمل ویتامین C درمان شود. اما ویتامین C برای بهبود اخلاق بیمارانی که از افسردگی و دیگر اختلالات روحی رنج می برند توصیه می شود تا ویتامین C بیشتری مصرف کنند. مصرف این ویتامین به تنظیم تعادل روحی و عاطفی کمک می مطالعات اثبات کردند که بیماران بستری شده ای که روزی دو بار از مکمل ویتامین C استفاده می کنند بهبود قابل توجهی در نوسانات روحی خود داشتند. ویتامین C برای بهبود گردش خون ویتامین سی فایده بسیار مهم دیگری را نیز دارد. این ویتامین به بهبود گردش خون در بدن کمک می کند. همچنین سطح اکسیداتیو را کاهش می دهد و بنابراین از اختلال عمل کرده جلوگیری می کند. همچنین مصرف این ویتامین برای افرادی که از تاکیکاردیا یا افزایش ضربان قلب رنج می توصیه می شود. این ویتامین به تنظیم فشار خون در کودکان کمک کرده و البته استرس روحی را نیز کاهش میدهد به مصرف کنندگان دخانیات نیز مصرف این ویتامین اکیدا توصیه شود. ویتامین سی به ترمیم زخمها کمک میکند ویتامین سی رشد لایه های پوششی را تسهیل می نماید که این لایه ها در عمل روند التیام زخم ها تسریح ایجاد می کنند. ویتامین سی به علت توانایی کاهش و اهدای الکترون برای بسیاری از عملکردهای بدن مانند یک کوفاکتور عمل می کند. ویتامین C از تولید این موارد پشتیبانی می کند. کولاجن که اساس ساختاری تاندون ها، استخوان ها، ها و پوست به حساب می آین. کارنیتین که ترکیب مورد نیاز برای کمک به عبور چربی از قشه های سلولی و تزریق انرژی به سلول هاست. کاتکولامین ترکیبی که به عنوان یک هورمون یا انتقال دهنده عصبی عمل می کند. ویتامین C تبدیل کلسترول به اسیدهای صفراوی را ممکن می سازد. همچنین ویتامین C برای افزایش فراهمی زیستی آهن، برای تنظیم عملکرد سلولی و سنتز کدنویسی DNA ای نیز مورد نیاز است. ویتامین C می تواند به جلوگیری از دردهای آرتروزی کمک کند، اما مقدار زیادی از آن ممکن است به نحوی شرایط را بدتر کند. به همین خاطر حفظ تعادل نکته کلیدی است مصرف مقدار مناسب از ویتامین C به جلوگیری از آرتروزهای التهابی کمک کرده و سلامتی مفصل را در پوکی استخوان تثبیت میکند کمبود ویتامین C همچنین میتواند باعث بیماری های دندانی مانند التهاب و ورم لسته شود به همین علت است که کاهش میزان ویتامین C میتواند لایه های پوششی را تضعیف و به راحتی ها را از بین ببرد در حقیقت یکی از علائم اولیه کمبود ویتامین C خونریزی لثه هاست و این ویتامین مسئول سلامتی دندان ها و لثه ها می باشد اما فواید ویتامین C برای پوست باز تولید کلاژن کلاژن پوست را کاملا نرم و جوان می کند و البته تولید کلاژن با افزایش سن کاهش می یابد و این کاهش به صورت عجیبی در اواخر 20 سالگی شروع می شود تولید ترکیب مهم دیگر پوست الاستین نیز کاهش مییابد سروم موضعی ویتامین سی تولید کلاژن پوست را تحریک میکند که به جوانسازی پوست کمک میکند این بهبود به کاهش ظاهر خطوط صورت و چین و چروک کمک میکند و پوست را نرمتر و منعطفتر میکند همچنین ویتامین C در محصولات روشن کننده پوست استفاده می شود چرا که این ویتامین رنگ پوست را رو روشن تر کرده و می تواند به حالتی کمک کند که رنگ دانه زیاد نامیده می شود سرم موزعی ویتامین C می تواند حلقه تیره و لکه های دور چشم را نیز کاهش دهد بد بعد نیست بدانید که کمبود مصرف ویتامین C شاید ریشه مشکلات مرتبط با مو باشد کمبود ویتامین C ممکن است منجر به خشکی مو و توقف تقسیم آن شود. این شرایط برای رشد منظم و جالب نیستند و منجر به ریزش مو می شود. ویتامین C نه تنها به مقابله با ریزش مو کمک می کند، همچنین به بازیابی رنگ طبیعی مو با جلوگیری از پیری زودرس مو نیز کمک می کند. هرچند تحقیقات محدودی در این زمینه انجام شده است. اینهایی که ما گفتیم گوشه ای از فواید ویتامین C برای بدن بود. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد از اینکه تا پایان با ما بودید سپاس گذاریم.